انتخاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل حاکی از یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک هست که در ظاهر شاید خیلی به چشم نیاد با توجه به اینکه در فرایند انتخاب ریاست که گفته میشه ریاست دوره ای اما آنچنان دوره ای هم نیست دو اتفاق بایستی رخ بده نخست گروه های منطقه ای از آسیا، اروپا و غیره میبایستی نامزدهای خودشون رو معرفی بکنند که در این مرحله یک اتفاق شاید بی و یا کم نظیر رخ داده و تمام کشورهایی که از جمله عربستان کشورهای عربی و دیگر کشورهای آسیایی که معمولا برای عضویت در نهادهای بینالمللی با ایران در رقابت بودند این بار همه رقابت ها رو کنار گذاشتند و نام جمهوری اسلامی ایران رو تنها معرفی کردند و این یک توفیق بسیار بزرگ هست که حاکی از توفیق دیپلماتیک جمهوری اسلامی در صحنه روابط با کشورهای منطقه و پیرامونی و چین و پس از اونها دیپلماسی برقراری مجدد روابط با عربستان و بهبود روابط با دیگر کشورهای منطقه است اگرچه ایران و عربستان سوابق بسیار طولانی در رقابت در عضویت در نهادهای بین المللی از جمله اوپک و سا دیگر سازمان ها و به ویژه در سازمان های متصل به سازمان ملل داشتند یا وابسته به سازمان ملل داشتند اما این بار به خوبی میبینید که اونها فقط جمهوری اسلامی ایران رو کاندید می کنند که این در دل خودش در حقیقت شکستی است برای اسرائیل اسرائیلی که در همین دو سال پیش یعنی اواخر دوره آقای ترامپ قرار بود که با یک ایجاد یک محور عربی اسرائیلی ایران رو منزوی کنند حالا خب عربستانی ها در خلاف اون جهت نه فقط عربستان بلکه کلیه کشورهای منطقه که ایران رو فقط نماینده خودشون اعلام کردن در جهت خلاف خواسته و منویات آمریکا و اسرائیل حرکت کردند. البته دیپلماسی یک مسیر دو طرفه است قطعا وقتی ایران پس از این گشایش روابط و سعی در بهبود روابط به عربستانی ها نکاتی رو مشاوره میده و متوجهشون میکنه که اسرائیلی ها در حقیقت برای خدشه به امنیت ملی عربستان در برخی کشورهای منطقی که دارای مناقشه و درگیری داخلی هستند در حال فعالیت هست طبیعی است که اونها هم در طرف مقابل دست به حمایت از ایران برای انتخاب به ریاست این مجمع میزنن و البته این یک شکست برای آمریکا هم هست چرا که این سیاست مهار ایران و به انزوا کشاندن ایران از طرف آمریکا بوده که اجرا می شد و حالا عربستانی ها و نه فقط عربستان که کشورهای عربی و آسیایی اساسا گروه منطقی آسیایی در خلاف برخلاف جهت خاص و منویات آمریکا قدم بر می دارند. که این خودش حاکی از افول آمریکا و غرب هم هست حالا دیگه همه این رو به خوبی متوجه می شوند اقدام بعدی که بسیار مهم هست این هست که آقای وکلاف بالک رئیس فعلی این مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر اینگونه نیست که مجبور باشد کار رو به دست یک گروه بسپارد به گروه بعدی و نماینده اون بلکه از کاندیداهای و لیست هایی که از گروه های منطقی میاد ایشون یک نفر رو میتونه انتخاب کنه که حالا این اصل وجود داره که از گروه منطقه‌ای خودش نباشه خب ایشون میتونست از گروه های منطقه دیگه کاندیدا انتخاب کنه اما باز هم از جمهوری اسلامی ایران یعنی نماینده گروه آسیایی این انتخاب رو انجام داد و آقای بحرینی سفیر و نماینده دائم و ما در ژنو برای سال 2023 به ریاست این مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد آنچه که مهم هست این هست که این یک شکست مفتزهانه برای آمریکا است آمریکایی که دو سال کمپین میکرد تا ایران رو در کمیسیون مقام زن سازمان ملل عضویتش رو تعلیق کنه و در نهایت در پاییز با توعم با نارامی ها در اوج فعالیت های خودش این گام رو رقم زد و این گام اول بود و سعی داشت گام های دیگری رو برداره حالا به فاصله چند ماه اول همین چند هفته پیش ایران به عضویت کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان ملل انتخاب شد و حالا هم به ریاست مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد این رخدادها حاکی از اون هست که یک کمپین فشرده و تلاش فشرده در طول ماهای گذشته برای به شکست کشاندن سیاست منزوی ایران توسط آمریکا انجام شده و توفیق هم داشته و توانسته این سیاست آمریکا رو به شکست منتهی کنه